متشکرم. خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشین. باز هم دور همی سری جدید شروع شد، خوش آمدین و امیدوارم که این سری جذابتر از قبل باشه. یه چیزی رو همین اول بگم، تمام چیزهایی که اینجا میبینید کپیه، دکور دکور ما کپی از یه برنامه ایتالیایی، یعنی تصویرشو بچه آوردن ما دیدیم عینشو ساختیم، عینشو. کوچلوار من از یه برنامه آلمانی کپی شده، عینشو ساختیم دادیم دوختن از روی فیلم. طراحی جدید برنامه، طراحی نور، مثلا کپیه از یه برنامه آلبانیایی که توی شبکه اونا پخش میشه. این دوتا مبلا رنگش، طرحش، دوختش کپیه از یه برنامه اسپانیایی. اینا رو میگم که همه رو راحت کنم همین اول کار، کسی دیگه مشکلی با کپی دکور و این چیزا نداشته باشه. خیلی چیزای دیگه هم کپی، هی به مرور یادم میفته میگم. این از این. ما یه مدت نبودیم، چه کردن دوستان با شایعاتشون، شایعه مثلا آمار گرفتیم. در طول این مدت به طور تقریبی در هر ثانیه 12 شایعه برای دور همی ساخته شد. گفتن مدیری با تلویزیون دعوا شده رفته، آخرش چند نفر سر تلویزیون گرفتن بردن، وگرنه مدیری که ولکن نبود. گفتن دیگه منتظر دور همی نباشید، مدیری برای همیشه از ایران رفت. اونور یه شبکه داره برای خودش تأسیس میکنه به نام جوج تیوی. اینی هم که الان ایرانه بدلشه، یعنی من، اسم واقعیش نعمت برزوکلای است، سمت باغ رباط تراشکاری داره. گفتن مدیری انقدر افسرده شده اصلا دیگه نمیتونه برنامه اجرا کنه. دیدیمش کنار پیاده رو نشسته، داشت این بازی نهنگ آبی رو نصب میکرد روی موبایلش. باز خدا پدر مادر اونایی که یکم باسوادترن و بیامرزه اصلا به این شایعات دامن نزدن، نیست در جریان اخبار روزن. میگفتن تعطیلی دور همی طبیعی بوده، درست فردای روزی که نفت خام دریای برنت شمال کشید بالا، دور همی کشید پایین. از حق نگذاریم، بعضی هم هیچ شایعی برای ما نساختن، مثل آقاها نشستن تو فضای مجازی فحششونو دادن. وقتی صبح تا شب فحش میدادن وقتی رفتیم که چرا رفتین فلان فلان شده ها، از وقتی هم گفتیم داریم بر میگردیم دو برابر فحش میدادن که چرا دارین بر میگردین فلان فلان شده ها. اینا خیلی آقان بدون این که به کسی توهین کنن فوششونو میدن، با تلاش بیشاعبشون کلی فوش جدید وارد فرهنگ لغاتمون کردن. بچه 16 ساله دیدم که میگن از صبح تا شب داره توی فضای مجازی فوش میده، یه دونه تکراری توش پیدا نمیکنیم. اگر این استعداد درخشان نیست چیه؟ بچه فحش درست کرده، دو کلمه، دریایی از معنا درش نهفته است.
تمام اقوام تو شامل میشه. تهش هم باز گذاشته که اگه یه وقت در آینده دومادار شدی اونم پوشش بده. خلاصه خیلی پیچیده شده فحشا. یعنی اول که میشنوی دست کو میدی میگی فدات شم قربانت، 20 دقیقه که میگذره متوجه میشی چی گفت. خب اول مارکت رو که همه میشناسید، بله، یک فروشگاه اینترنتی است که در اون فروشگاه شما میتونستید یا میتونید بیش از 50,000 نوع اپلیکیشن کتاب صوتی و بازی دریافت کنید. قبلا اینجوری بود که مبلغ 10,000 تومان، یعنی با ارسال 1 به 30 80 مبلغ 10,000 تومان از حساب شما کسر میشد و 90,000 تومان اعتبار خرید این چیزهایی که گفتم رو دریافت میکردید. الان یه ذره بهتر شده. با ارسال 1 به 30 80 روزی 400 تا تک تومانی، روزی 400 تا تک تومانی از حساب شما کم میشه. در عوض 200,000 تومان اعتبار خرید برای شما در واقع چیز شده، این شده، ادامه شو نمیتونم جمع کنم، در نظر گرفته شده، باریکلا، در نظر، خیلی ممنون، در نظر گرفته شده که یه قرعه کشی، در یه قرعه کشی شرکت داده میشین که جوایزش 10 خودروی درجه 1 که اسمشو نمیتونیم بیاریم، خیلی این لوکس و اینا، و 10,000 جایزه 1,000,000 ریالی، درست گفتم، 1,000,000 ریالی دریافت میکنید. حالا باز بیشتر راجع به این توضیح میدم. خب یه آقا، یه خانم، شما بیاین، بله، یه خانم، شما بیاین، بله، بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. خوش آمدید. یکم نزدیک به هم توی خط که یه دوربین شما رو بگیره. بفرمایید که شغل شما؟ کارمند. کارمند شهرداری. شهرداری بله. شما؟ خانه‌دار. خانه‌داری. متأهلین بله. شما؟ بله. متأهلین. بگید که راجب شایعه یه چیزایی برای ما بگید. بگید خودتون. شایعه یه حرفیه که هیچ اساس و پشتیبانی نداره و هر فردی نسبت به تفکرات خودش میتونه در مورد اون صحبت کنه. اساس نداره؟ یه اساس ریز داره. یه اساس ریز یه اساس ریز داره؟ یه چیز کوچیکه. بله. که هر کسی میتونه بهش دامنه بزنه. بله. شما بگین، تعریف کنین شایعه رو، بالا بگین. زیادش زیاد نمیدونم جان؟ نمیدونم به چی بگم. نمیتونین؟ بگین. خب حالا شما بگین راجب شما شایعه ساختن؟ نه. شما راجب کسی شایعه ساختین؟ نه. تو فامیل، تو دوستان، تو محل کار؟ نه زیاد. نه. یه مقاومتی در ایشون هست که خوبه. شما بگی؟ بله. شایعه ساختن راجبتون؟ شایعه. شاید. آره. چی بوده؟ آره. من دانشگاه قبول شده بودم. همه جا اعلام کرده بودن که نه، دانشگاه قبول نشده تو فامیل. داره علکی میگه از این دانشگاه به قول معروف ثبت نامی ها شرکت کرده. آها. خب
بعد دیگه میگفتن الکی میگه. بله از یه چیز ریز شروع شد. بله دیگه ادامه پیدا کرد تا بعد چی کار کردین شما؟ خودشون متوجه شدن که؟ بله من صحبتی نکردم تا وقتی که دانشگاه خودم رفتم و متوجه شما برای کسی شایع ساختین؟ نه 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 صحبت شاید ولی خب شایع شما برای کسی شایع ساختین؟ نه با شما؟ بله شایع ساختین برای کسی؟ تا جایی که فکر میکنم یه دونه چند سالتونه؟ 32 سال. 32 سال. 10 سال اول هیچی. تو 22 سال اخیر شایعه ساختین برای کسی؟ سعی میکردم که شروع کنندهش نباشم ولی خب ولی ادامه دهندهش ولی خب ادامه دهنده بودم. دیدی؟ راست میگن ها. راجع به چی بوده؟ خب اصولا بین دوستا خب یه مسئله یک پیش می اومد ما یه خورده دامنه می زدیم دیگه. می زدین؟ بله. شما؟ نه نه تو فضای مجازی میرین؟ نه برای چی اومدیم بالا؟ نه؟ الان چی کار کنم؟ یه چیزی به من بگو. نمیگی؟ نه؟ خیلی خوب. چیزی هست که بخواییم بگیم؟ نه نه خب کسانی که فکر میکنن ایشون بهتر بودن دستشون بالا 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 بالا. چرا دستتون رو بالا میکنید؟ از چه لحاظیشون بهتر است؟ خانم خیلی خیلی لطف کردی، خیلی زحمت کشیدی، خیلی ممنونم. چه عرقی هم کرده. یه یعنی 4 تا نگفت آب شد، هیچی نمونده ازش. خیلی ممنونم. تبلت داریم به خانم؟ تبلت میدیم بدین لطفا. بله خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردیم. بفرمی. خب یکی از روش‌های مبارزه با شایعه اینه که آدم خودش همه جا حضور داشته باشه که سریع شایعات رو تکذیب کنه. خود من فکر کردم که این کارو بکنم. یه چند تا سفر داشتم به چند شهر، تو نمیدونم خبراشو دیده. ولی این روش هم مشکلات خاص خودش رو داشت، چون اصولا مردم خیلی محبت دارن. مثلا یکی اومد توی لای دست و پا و کفگرگی و زیر یخم و اینا یه قاچ هندونه شطوری داد به من، گفت میل کنین. گفتم الان اصلا شرایطی نیست که من هندونه شطوری گاز بزنم. یا یه شهری رفتم، روش سلفی گرفتنشون خیلی جالب بود. نمی اومدن با هات سلفی بگیرن، می گفتن بیا با همون سلفی بگیر. نمیگم کدوم شهر. می گفتن آقای مدیر چی؟ می گفت می گفتن آقای مدیری میشه با هم عکس بندازیم؟ می گفتن بله. می گفت خب بیا. هر کی از اون ور خیابون اشاره میکرد سریع میدویدم باش سلفی میگرفتم.
یا یکی دیگه اومد سلفی بگیره، شارژش تموم شد، دست منو گذاشت تو دست رفیقش، گفت اینو محکم نگه دار، من برم اینو شارژ کنم بیام. واقعا میگم همه اینا رو. یکی دیگه دست انداخته بود گردنم که سلفی بگیره، من دیدم هی داره کار میکنه و گفتم آقا گرفتی؟ گفت الان. گفتم گرفتی؟ گفت الان. گفتم پیداش نمیکنی؟ گفت صبر کن چند تا پست جدید گذاشتن دارم فحش میدم. خلاصه خیلی برای جلوگیری از تولید شایعات کمکی نکرد این موضوع. به نظر من باید در این زمینه فرهنگ سازی بشه، مثل قضیه کمربند ایمنی که تا گفتن شست و من جریمه شه زارب فرهنگ سازی شد. یعنی از فردا صبح همه کمربند بستن. این فرهنگ سازی خوبه. حالا مسئولین خواهش میکنم لطفاً یه مصوبه جدیدی یه کاری بکنن، یه مالیات بر شایعه افزوده‌ای، یک عوارض شایعه‌ای، یک آرمی چیزی ما بچسبونیم رو پیشونیمون که بتونیم وارد محدوده شایعه بشیم. هر کی هم میبینه میگه این طرح داره، بذارین شایعه‌اش رو بسازیم. خب یه چیزی بگم راجع به زلزله. یک اتفاق ناگواری افتاد، همه میدونین، در کرمانشاه و سر پل زهاب و اطراف، و خب یک تایمی 5 روز، 10 روز، 15 روز هنرمندا رفتن، مسئولین رفتن، آدما رفتن کمک کردن، تموم شد. الان همچنان همه چیز برقراره، نه هنرمندی هست نه مسئولی، و همجوری هستن. یعنی تو سرما، توی مشکل آب، مشکل چادر، مشکل هزار تا چیز. فراموش شد کم کم، 10 روز دیگه اصلا کلن فراموش میشه و اونا میمونن با مشکلاتشون. که من تو هر برنامه اینو میگم، انقدر میگم تا بترکم، تو همه هر برنامه راجب این میگم که آقا چی شد ادامه کار برای زلزله زده ها چی شد، از طرف مردم، از طرف مسئولین، از طرف هنرمندا، یا این یک مقطعی بود که تموم شد و رفت. نمایش ببینید. بیا بیا چپ چیست تو بار نکنی جل بایست بیا چپ راست بده کمک بیا همینجور بیا راست خب همینجور خوبه بایست باید. حالا چشاتو با خود نگاه کن چقدر خشنگی. آره بیبی. اینجا کجا؟ اینجا همون صحنه این که گفتم بهت خیلی خاکشو خوردم، این همونه. اینا مردم هست. آره دیگه، اینا تماشاچی ها هست دیگه، انرژیشون نیافتاده باشه دست میزنن. آره اگه انرژیشون افتاده باشه زول میزنن. آره سلفی بگیری؟ ها؟ باشه بگیریم. بگیری؟ ها گوشی نداریم که. نه از آقا گوشی بگیریم. ها؟ آقا ببخشید میشه شما گوشیتون رو به ما بدی؟ ما یه سلفی بگیریم، گوشی دار شدیم، میس میندازم عکس‌ها رو بفرست. ها؟ تو الان اینجا چی میخوای؟ از کجا اینجا رو پیدا کردی؟ دوباره از کجا اومدی؟ ما داشتیم رد می... منو شنا ببخشین شما آقای
یه مدیریه. چه تصادفی، تو اینجا چی کار میکنی؟ باز یه جا وایستادم اومدی دورم دکور زدی؟ این کارا چیه تو انجام میدی؟ بس نبود این شایعاتی که تو برنامه واسه من درست کردن؟ حالا هر جا میرم وای میستی دورم دکور میزدی؟ تو برنامه شایعه نکردن که من آنی رو طلاق دادم دختر سرایدار رو گرفتم؟ شایعه است این؟ تو منو اینجوری شناختی؟ من اینجوریم؟ شایعه نیست؟ مگه نگرفتی؟ پس چی یه ساعت من دارم برات میگم؟ چرا گوش نمیدی؟ میگم من بیچاره شدم از دست این شایعا. گفتن که دختره، گفتن دختر آنی رو طلاق دادی دختر سرایدار رو گرفتی، الان این شایعه است. تو که خبرت دل فضلتیری بود. من پدرم در اومد سر این شایعه. آنی طلاق نمی گرفت، اینم به من نمی دادن. اینو نمی دادن به من. دیگه تو فکرشو بکن من چقدر داغون بودم. غزمید پوست و استخون شدم از بس حس خوردم تا این شایعه فیصله پیدا کرد. آره سلام کن به مدیری، سلام کن. آقای مدیری من شمسی مظفریم، تو باغ مظفر دختر سرایدار باغ مظفر. بچه ها لپا ها میکشیدن میزدن تو سرم، میگفتن شما از کنبالی. آره باباش میگه دختره من هر کی برد اگه تا یه سال خونه دار و ماشین دار نشد بیاره پس بده. اینا هیچی واسه خودشون نمیخوان، فقط جمع میکنن. خیلی شوهری هن. خیلی گوگولیم. گاگولیم. خواهر بزرگم ازدواج که کرد، سال پیش رفت، بعد شوهرش خونه خرید، ماشین خرید، بعد خواهرم ذوق زده شد، یه دفعه همه مهریه‌شو بخشید، شوهر زد تو سرش پردش کرد، الان خونه بابام دنبال شوهر نو میگردی. خیلی خوبن. یعنی مدیری من که نیمه گم شدم و پیدا کردم. نیمه گم شده یا اصلا نیمه هم بیشتره، دو سوم منه. آره هرچی میگم تایید میکنه، هر کاری میکنم تشویق میکنه، همه چی واسم میپزه. تو خونه کنترل تلویزیون دست منه. آره من خیلی دوست دارم ببینم نیمه گم شده شما پولدارا چه شکلیه. اوکی. آره آره بریم. کجا بریم؟ بفرمایید. کجا؟ ما همین بیخت بوشتیم. اتاق سرایداری خب؟ از این به بعد نون تو روغنه. هر کاری داشتی صدامون کن خب؟ آره. اگه هم حوصله‌ات سر رفت بگو بابای شمسی بیاد پیش. خیلی بامزه است. مدیری باباش نصف شمسیه. سایت بابامو سایت. ما هر وقت حسلمو سر میده یه یخچال ساید میداره پشتش میدوه تو خونه. اینقدر میخند. تو خواستی بیشتر بخندی بگه بگو تو رو هم بذاره رو ساید. او بچرخه باد میخوره تو صورته. آقای مدیره دیگه هیچی رو تو کوچه نذارین، بذارین همین دمه در خودم میام همه رو جمع آره. میکنم برات. خیلی زن خونه داری ها. آره دم کنی ور میداره جر میده. باش لباس عروس درست میکنه تحویل میده. ایشالله عروسیت مدیری. خب واقعا نیازی به شایعه سازی نبود. از خودمون میپرسیدین، صاف و پوسکنده میگفتیم چرا پخش دور همی متوقف شد. گفتن یه مقدار اختلاف پیش اومده تو خانواده ها،
سر اینکه کدوم برنامه رو نگاه کنن. این شد که ما خودمون به نفع بقیه کشیدیم کنار. مثلا پسره میخواست دور همی ببینه، داداشش میگفت بزن اونور بپز و بخور داره، میخوام قابلمه چدنی سفارش بدم. خواهر خودشون میکوبید به دیوار، میگفت بزن اونور الان دکتر جان سلام تموم میشه. یکی دیگه میگفت دور همی تکرار هم داره، بزن اخبار 23 که تکرار نداره. میگفتن الان ساعت 23، میگفت من نمیدونم، بزن 23. این وسط این وسط فقط بیننده های سریال مختار حاضر بودن کوتاه بیان، چون میدونستن چیزی رو از دست نمیدن. هر وقت بزنن اونور دوباره از اول داره نشون بود. بعد یه چیز بامزه دیدید، همیشه کلن معتقدیم هممون که قدیما بهتر بود همه چی. مثلا الان زنگ میزنیم سوپرمارکت، شیر رو میاره در خونه تحویل میده، بعد میگیم یادش بخیر شیرای قدیم چه کیفی میداد. از 6 صبح وای میسادیم تو صف، بارون از روبرو میزد تو حلقمون، ماشین رد میشد لجن میپاشید کل صف و نابود میکرد. چه لذتی میبردیم یادش بخیر. موقع حساب کردن هم میدیدیم جیبمون رو زدن، بدون شیر برمیگشتیم خونه، عجب شیری بود، خیلی کیف میداد. یا مثلا یه دسته رو الان اینجوری میدیم پایین، گاز کلن میاد تو وسایل خونه دیگه. یادش بخیر کپسول یادته میومد در خونه، چه حالی میداد. بابامون با دمپایی لنگه به لنگه میدوید دم در که یه وقت ماشین نره. یه بار 2 کپسول با هم گذاشت رو کولش، کمرش گفت قارچ، ما دیگه هیچ وقت لبخندشو ندیدیم. یادش بخیر اون خوب بود، صفایی داشت این کپسولای گاز. یعنی کلن راستشو نمیگیم، فقط معلم علوم دوران ابتداییمون راستشو میگفت. قورباغه آورد سر کلاس، جلو چشم همه ما با آرنج کوبید تو مخش، گفت بچه ها قورباغه مرد، حالا میخوام تشریحش کنیم، مدیری بیا پای تخته جرش بده. یک سرویس دیگه ای وجود داره به نام ستاره 3 مربع، این جدیده، ستاره 3 مربع. این هیچ هزینه ای نداره، یعنی هیچ مبلغی شما بابتش نمیدین. ستاره 3 مربع رو میگیرین، یک سری سرویس برای شما نوشته میشه، اعم از هزینه اضافی هم نمیخواد، اینترنت هم نمیخواد. مثلا خرید شارژ، پرداخت همه قبضاتون، و کسی که میخواد کار خیر انجام بده از این طریق میتونه انجام بده. توی قرعه کشی هم شرکت داده میشید، یعنی همون 10 دستگاه خودروی خوب و اون تعداد 10 میلیون ریالی، 1 میلیون ریالی، چی گفتم؟ 10,000 تا 1 میلیون ریالی هم شامل این میشه. دو نفر دیگه داره تعداد زیاد، شما بیاین. خانم بله.
عرق قبلی هنوز هست. بفهم آقای. نه بفهم. خب راجب شایعه فکر میکنم حدوداً راجب شایعه داریم حرف میزنیم، یکم نزدیکتر به آقا. تعریف خانم از شایعه این بود که چیزی است که از یه چیز ریز ساخته میشه. شما بگیم. من فکر کنم اول توی اجتماع یکم پیچیده میشه، بعد دیگه هر کی اظهار نظر خودشون میکنه. اظهار نظر با شایعه فرق نداره؟ نه دیگه، مثلا میگن که مثلا یک کلاغ چهل کلاغ میکنن دیگه، اون صحبت یه هنرمند و یه کرکس بیاد مثلا خیلی. در موردش صحبت میکنن. خیلی خوب. شما چی؟ من فکر میکنم شایعه چیز خوبیه برای سرگرمی. مثلا من خودم شایعات هنرمندا رو همش دنبال میکنم، ورزشکارا کی با کی ازدواج کرد، مثلا میبینی امروز با یکی ازدواج میکنه فردا تکذیب میشه، اینا جالبه دیگه. جالبه. بله. اون بیچاره ای که راجب شایعه ساخته میشه چی؟ اونا که خودشون تو فضا مجازی نمیان زیاد. ماها هستیم. بله. عجیب ترین شایعه ای که خوندین دیدین چی بوده؟ همین که شما هواپیمای شخصی دارین. من. بله. مگه شایعه است؟ واقعیته؟ واقعا داری؟ سویچش همینجاست. دست بچه های پشت سالیست. هواپیمای شخصی دارم. دیگه چی؟ خانم شما چی شنیدین خیلی عجیب؟ بالا بکرین. از هنرمنده ها؟ هرچی، هرکی. من خیلی شایعه میشنوم ولی سعی میکنم که هیچ وقت باور نکنم. نه باور نمیکنم تا تایید کنم خودم، ببینم واقعا مطالب خوب ببینم، واقعا ببینم صحت داره یا نه. عجیب ترین چیزی که شنیدین چی بوده؟ من عجیب ترین در مورد همین ازدواجای موفق و ناموفقای هنرمندا رو میشنوم خیلی. یا تو اجتماع یه هم میگن یه چیزی ارزون شد، بعد میبینیم سه برابر شد، اینطور چیزا. خب راجبتون شایعه ساختن؟ راجب منم بله. بعضی موقع چه دل پری؟ بعضی چی گفتن؟ بعضی موقع شغلتون چیه؟ من بازنشسته. چی گفتن راجبتون؟ مثلا نگاه میکنن فکر میکنن که من خیلی مثلا در سطح آقای مهران مدیری هستم، در صورتی که من اصلا اینطوری نیستم. خواهش میکنم. از نظر خواهش میکنم نظر. شما سرور شما پیشکسوت ما اینجا اختیار داریم. خواهش میکنم. راجب شما شایعه ساختم؟ راجب من نه، من خودم شایعه میسازم برای بقیه. میسازی کلا تو این کارا نشی. یعنی همین که لذت میبرن و باعث سرگرمی هم میسازن. چی میسازین؟ آخرین چیزی که ساختین توی کانال مثلا شما این چند وقت نبودین درباره دوره همی از خودم خبر تولید میکردم. پس تو بودی مثلا گفتم آقای مدیری رفتن خارج شد برنگردن، اینو نوشته بودم. واقعا؟ بله واقعا. خیلی خوب. وقتی نذاشتن اینجا برین. من نبودم. خب پس کلن چیز بدی نیست معتقدم. نظرم برای سرگرمی خوبه، چرا باید باشه؟ لطمه زننده نیست. خب شایعه های مهمی نیست که مثلا ما در دوره همین مثلا شایعه بگیم مثلا به کسی لطمه نمیخوره. میخوره؟ ولی من فکر کنم از موقع اصلا به محیط اون خانواده هم صدمه وارد میشه. یعنی معتقدین خوب نیست؟ اصلا شایعه. خیلی هم عالی. ایشون بهتر بودن؟ دست بالا خانم. آقا بیشتر بود؟ یه بار دیگه ایشون؟ یه بار دیگه متشکرم. خواهش میکنم. بازم دارین؟ دو تا دارین؟ لطف کنید. خواهش میکنم. اول خانم بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. قربون شما. تا نگیری نمیری نه؟ خیلی ممنون. مرسی.
این که گفتم سلفی گرفتن سخته یا کلافگی داره، نه اینکه خدای نکرده بخوام خودم رو برای کسی بگیرم ها. اتفاقا به نظرم همه اونایی که مردم بهشون لطف دارن موظفن جواب محبت مردم رو بدن. اما خب یه خاطره بگم از همین سفرها. یه مادری مسنی اومد جلو گفت خوبی ما دیدی؟ گفتم قربونت برم الهی جان. گفت سلفی میگیری؟ گفتم با افتخار معلومه. وایساد کنار من لبخند زد. گفتم مادر موبایلتون رو در نمیارین؟ گفت اوا ببخشید. موبایلش رو در آورد گرفت جلومون. دیدم موبایل از ایناست که یه دکمه سبز داره یه قرمز. گفتم مادر این فکر کنم دوربین نداره. گفت چرا؟ این چیه پس؟ گفتم مادر این بازیه اسمش اسنیکه، این ماره باید مربعها رو بخوره. گفت خب باش. موبایلشو داد به من. گفت میشه حالا که من دوربین ندارم مربعها بخوری؟ اینا اتفاق افتاده که میگم همه اینا من دارم خاطره تری. گفتم اجازه بدین با موبایل من عکس بندازین. عکسو انداختم. گفت بفرست برا مادر. گفتم مادر بلوتوثتو روشن کن. چرا قوه موبایل روشن کن انداخت چشم. گفت الان خوبه؟ گفتم مادر اگه اجازه بدین من هم مربعا رو بخورم. مهمان داریم چه مهمان. وا ویلا وا ویلا. موضوعمون شایعه است و مهمان داریم چه مهمانی. محمد رضا شریفی نیا. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. بفرمایین. اگر سلام علیکی هست بفرمایین. به نام خدا سلام و عرض ادب به شما، شما و همه کسانی که این برنامه رو دارن میبینن. خیلی ممنونم از اظهار لطف و محبت شما. خیلی ممنون. خیلی ممنون که آمدیم. من هیچ چی نمیگم، همه رو خودت بگو. چی بگم؟ عرض کنم که مرسی که آمدین و خیلی برنامه مهمیه به نظرم این برنامه، برای اینکه گفتگو با محمد رضا شریفی‌نیا عزیز سخته و باید از راه خوبی وارد چی تا بتونی که آره تا بتونی که راجع به همه چیز حرف بزنی و یه تایم بالایی میخواد و واقعا فکر کنم یک قسمت برای این برنامه کمه، چون انقدر پر از خاطره در زمینه‌های مختلف هست که و برای مردم جذاب که کاش تایم بیشتری داشتی. چی دوست داری؟ از کجا شروع کنم؟ چی بگم که دوست داشته باشی راجبش حرف بزنی؟ اول راجب مسائل هنری حرف بزنیم ها. یه چیز کلیشه‌ای و مصطلح اینه که مردم دوست دارن بدونن که شاید این بخشو خیلی کوتاه فقط بگی و بگذریم که از اولین بار از کجا شروع شد این فعالیت حرفه‌ای در سینما یا تئاتر یا هر چی.
والا به چه دوران در حقیقت تحصیل و چون من تو مدارسی تحصیل میکردم که به فوق برنامه اهمیت میدادن، مثل مدرسه های علوی یا موسوی یا کمال یا قدس، مدرسه های اون موقع مدرسه های ملی بهش میگفتن و حالا میگن غیر انتفاعی، اونجا خیلی به فوق برنامه اهمیت میدادن و در حقیقت ما جز اون گروه فوق برنامه بودیم که کارهای تئاتر بکن، کار شعرخونی بکن، کار نمیدونم برنامه های مراسم های مختلف رو اداره میکردیم و اینا. و این تقریبا منطبق شد با گرایش بسیار شدید من به خوندن کتاب، یعنی خیلی مأنوس شدم با کتاب و خیلی دوست داشتم و همیشه توی خونم کتابخونه داشتم تا نوجوانی. و یواش یواش دیگه در اواخر قبل از اینکه دیپلم بگیرم معلم شدم تو همون مدارس، مدارسی بود مثل علویان نیکان و زمان و اینها، معلم شدم و ارتباط پیدا کردم با آقای نیرزاده، نمیدونم میشناسین یا نه، که کلاس اول رو به شکل تخصصی ما با تئاتر درس میدادیم، یعنی هر حروف الفبا رو با یک ویژگی تئاتر و یه نمایش و اینا اجرا میکردیم. و بعدش دیگه رفتیم تو کار تئاتر، در حقیقت همونا رو برای بچه ها آوردیم بیرون و بیرون یه مدتی کارگردانی تئاتر میکردم و تا قبل از انقلاب. این موضوع همه مال قبل از انقلاب؟ بله. ببین میخوای بری رو سن و سال؟ نه خب آخ مجبورم. مجبوریم باشی. قبل از انقلاب دیپلم هم نگرفته بودی؟ چرا؟ دیپلم گرفتی؟ آره در دوران دیپلم معلم شدم. کی دیپلم گرفتی انقلاب شد؟ چون به سن و سال مربوط میشه نمیتونم. نه دیپلم گرفت. ببین من اول خیالت راحت کنم آقای مدیری عزیز و دوست داشتنی، من 6 سال از شما بزرگترم، البته ما کوچیک همه هستیم ولی از شما 6 سال بزرگترم. حالا چه ملاکیه این؟ یعنی چی 6 سال؟ یعنی ما کوچیک همه هستیم ولی 6 سال از شما بزرگترم. خب متولد چه سالی هستی؟ من خب موقعم یادم میاد، البته برنامه شما رو من فکر میکنم کودکستان میرفتم ولی 6 ساله بودم. متولد 1334. اصلا اونا مهم نیست. نه این مهمه. مهم 6 این مهم. مهم اختلاف 6 سال من و شما زمانی که من 6 سالم بود. اجازه شما حالا حساب میکنی. 1300 و اول من یه نکته بگم به شما. اجازه بدید. اجازه بدید. نه اجازه بدید. اجازه بدید. پائولو کویلو نویسنده ای که در زمینه سن و سال و زندگی کتاب نوشته، کتاب های خیلی زیبایی هم داره، میگه که سن و سال آدم ها بر اساس ذهنیتیست که برشون قالبه. یعنی شما خودتو 30 ساله میبینی 30 سالته، 40 ساله میبینی 40 سالته، 18 ساله میبینی، بر اساس اون زندگی میکنی، بر اساس اون لباس میبوشی، بر اساس اون رفتار میکنی و دوست داری تو این فضا بمونی. اون سن و سالی که دوست داری همیشه باهاش در حقیقت زندگی تو با اون تطبیق میدی. این مال سن و سال تموم شد. بعدن ما توی زندگی اون بخشایی رو که زندگی کردیم به عنوان سن و سال محسوب میکنیم، اونایی که ناملایمات داشته، مشکلات داشته، اونا رو محسوب نمیکنیم. آقای مدیری شما هم نمیکنید. بله اونایی که زندگی کردیم اونا زیاد نیست در حقیقت، ولی باز حدود 6 سال میشود 62 سال. اصلا 5 سالم من بزرگتری؟ 6 سال. 6 سال بچه‌ت؟ بله. من 50 سالمه. من 40 من 46 ام. 50 سال؟ آره. من بابا باور کن من فکر کردم با یه مرد 34 ساله الان طرفم. من متولد 46 ام، 50 سالمه، شما 12 سال از من. ببینید همون 40 که شما حساب کنید 10 سال حدوداً بزرگترین طبق گفته پائولو کویلو. آره. یعنی همون
همون 40 که فرمودید میشه 6 سال بود. خیلی خوب، خیلی اصلا بگذاریم. پس بعد این شروع شد. اولین فیلم سینمایی، اولین فیلم سینمایی با در یک دوره، چون بعد از کار تئاتر اینا یه فیلمی کار کردیم به نام اوینار. بله. البته من اولین کار تو تلویزیون کار میکردم، جنگ میساختم. یه کاری کرده بودم 13 قسمت به نام جنگ آدینه برای نوجوانان و جوانها و اینها بود که مجموعه مصاحبه و تئاتر و فیلم و اینها بود که بعدش ما اومدیم برای فیلم روز واقعه. روز واقعه که میخواستیم کار بکنیم یک سالی کار کردیم، یه مشکلاتی برای اون کار پیش اومد، متوقف شد و با همون گروه رفتیم یک فیلم سینمایی کار کردیم به نام اوینار، به معنی عاشق، یک کلمه کردیه. در مورد بمباران شیمیایی در حلبچه بود. ما 9 نفر بودیم که تو اون بمباران کور شدیم یا در حال کور شدنیم و حالا میخواییم خودمونو برسونیم به جاده. کارگردانش آقای شهرام اسدی بودن، آقای پرویز پورحسینی و آقای ایرج نوذری و خانم حاجیان و اینا همه تو اون کار بازی میکنن. ملیکای ما موقع 3 سالش بود و نقش اوینار اون معنی عاشق رو به آقای مهدی فتحی خدا رحمتشون کنه اونجا بازی میکردن. آقای حسین پناهی باز خدا رحمتشون کنه ایشون هم اونجا بودن و اون اولین کار من بود. و بعد فکر کنم سریال امام علیه. بعدش باز همون روز واقعه است. روز واقعه است. بعد یک فیلمی کار کردم به نام افسانه شهر لاجوردی با آقای محمد علی نجفی که ایشون استاد من بودن، استاد تئاتر بودن، استاد کار ما بودن توی دبیرستان کمال. و بعد از اون فیلم پریه مرجوی، آقای مرجوی که سال 73 بود و فیلم آدم برفی همه که در لابلای امام علی ما اون رو هم کار کردیم. اسم آقای مرجوی اومد. یه دوران درخشانی کارگردانانی مثل مرجوی، مثل آقای کیارستمی، مثل آقای کیمیایی فیلم های درخشانی دارن، همیشه درخشان بودن، ولی از یه جایی به بعد دیگه محمد رضا شریفی نیا شاید کمتر با این دوستان فعالیت کرد. خودت رو مؤثر میدونی در این درخشان بودن اون فیلم ها در اون دوران؟ ببینید ما کارمون به هر حال در توی سینما، من از دستیاری و انتخاب بازیگر در حقیقت شروع کردم. دستیار کارگردان بودم، برنامه‌ریز بودم، عکاسی می‌کردم و به هر حال مشاور کارگردان بودم در حیطه مجموعه سینما. چیزی که بهم محول می‌شد و کار می‌کردم، کمک می‌کردم. تا الان هم همین کار رو می‌کنم تو همه فیلم‌ها. حالا این حساسیت‌ها رو خود کارگردان می‌خواد که ما داشته باشیم و کار رو تبدیل کنیم به یه کار خوب و دیدنی، چون آدمایی هم که بالا سر اون کار هستن آدمای برجسته هستن. خود آقای مرجوی استاد این کارن و یه مدتی اونجا بودم با کارگردانای بزرگ مملکت، همشون در حقیقت من کار کردم. و بعدش دیگه رسیدیم به بچه‌هایی که حالا دارن کار جدید شروع میکنن و دوست داشتن که ما به عنوان تجربیاتی که داریم، به عنوان کسانی که تو این دوران تجربه کسب کردن، این تجربه رو در اختیار اونا قرار بدیم. و بعد اومدم تو این بخش. من یک سال، خیلی شاید این خیلی نکته جالبی باشه، من مسئول در حقیقت همه کاره یه فیلم سنتوری بودم، به عنوان مجری طرح یا تولید یا دستیار، همه چیز. همزمان فیلم اخراجی ها بود که اونجا هم همین کارا رو میکردم. هر دو هم به یه نه، هم در کار آقای دهنمکی که اولین کارشون بود و اونجا هم آقای مرجی در حقیقت آخرین کارشون تو اون دوره بود، سنتوری و اخراجی ها. هر دو این کار مسئولش من بودم و خیلی خوشحال شدم تو زندگیم که دو تا آدم، یکی مرجوی یکی دهنمکی، فیلمشون در اون سال در جشنواره به عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاچی، دو تا سیمرغ این دو نفر اون بالا گرفتن. یعنی دو تا کار با هم دیگه. و در حقیقت این نگاه من بود به خط بطلانی بر کار کسانی که حس میکنن که همه شدن باید تو موقعیت های خاص باشه و این موقعیت هایی که در جدید داره به وجود میاد در سینما بی‌اعتنا باشه. دوست داشتم این اتفاقات اینجا تو امان بیفته و کمک بکنیم به این سینمای نوپایی که داره شکل میگیره، یا کسانی که به عنوان اولین کار دارن تو سینما قدم برمیدارن و کار میکنن و این تجربیات از اونجا منتقل بشه. این مسیر رو ادامه دادم تا الانم. همین الان که دارم با شما کار میکنم، صحبت میکنم، باز همین ماجرا، یه کار با آقای مرجوی الان
صحبت کردیم داریم می‌خوایم انجام بدیم و یه کار با آقای دهنمکی باز دوباره هر دوش. و اعتقاد دارم که به تمام کسانی که وارد سینما دارن میشن و میخوان قدم‌های اول رو بردارن، وظیفه من دستیاره، وظیفه من برنامه‌ریز، وظیفه من مشاوره که بتونم تو اون کارا مثمر ثمر باشم و کار بکنم. تعداد فیلم‌هایی که کار کردین خیلی زیاده. بله. فیلم یا پروژه‌ای هست که پشیمان باشی؟ ببینید مجموعه فیلم به هر حال یک هندونه در بسته است این کلا. ولی آخه من شنیدم که از همه فیلم‌ها دفاع می‌کنی. بله. کارهایی که کردی. الان هم می‌خوام دفاع کنم تازه. دادم. نمی‌خوام هم کارو کنم. یعنی از پری مهرجویی به همون اندازه که از مثلا آسوپاس؟ بله. کاملا. الان یه فیلم بیشتر هم دارم تازه غیر از آسوپاس. بدتر از آسوپاس. نه بدتر نه. از این نگاه، از این نگاه. نه نه من تقسیم بندی دارم. من معلمم. معلم کلاس اول داریم، دوم داریم، دهم داریم. شما وقتی که میخوای به یک بچه دو به اضافه دو مساوی با چهار رو یاد بدی و تدریس بکنی، برای اون بچه این دو به اضافه دو کمال ریاضیه. ریاضیه. نمیتونی به بچه کلاس اولی لگاریتم درس بدی، هندسه مخروطات درس بدی، حساب استدلالی درس بدی. اون باید بهش دو به اضافه دو یاد بدی. کلیشه هم نیست. برای اون کلیشه نیست. نمیخوام تقسیم کنم جامعه رو. جامعه ما یک بخشی مردم کلاس اولی هن، بعضی کلاس دومی هن، بعضی کودک هن، نوجوان هن، همین تیپ داریم. من دلم میخواد برای اون کسی که گل لغت میکنه، آجر میندازه بالا، شب که میاد خونه میخواد بشینه استراحت بکنه، یه فیلم ببینه، لذت ببره، خستگیش در بره، کار کنه. این اصلا منافاتی نداره با فیلمی که آقای مرجویی میسازه یا آقای بیضایی میسازه یا آقای هیچ از نظر من منافاتی نداره. اون یک موقعیت داره. بعضی وقتا خود آقای مرجویی ممکن برای اون کلاس کار کنه ها. این طبقه بندیه. شما من مخاطب خودم رو میشناسم، بر اساس مخاطبم کار میکنم. این تو سینما کارم بر اساس تماشاگرش من، اون کسی که دوست داره کار منو ببینه یا کار اون کارگردانو ببینه که من کمک میکنم تو اون کار، دوست داره تو همین زمینه، بچه دوست داره، بزرگی دوست داره، اون کسی که سطح کلاسش، این اسمش کلیشه نیست، اسمش این نیست که ما یهو سطح خودمون آوردیم پایین یا آوردیم بالا. یه کسی میگفت آقا این سطح سلیقه مردم عوض، من اصلا اعتقاد به این سلیقه ندارم. با این تعریف اصلا اثر هنری مبتذل وجود نداره. نه خیر، اصلا نظر من هیچ. وقتی که شما یک قانون داری تو مملکت، 10 نفر آدم نشستن فیلمنامه میخونن، 10 نفر نشستن مجوز میدن، 10 نفر دیگه نشستن نمیدونم گوشه کنار کارو کنترل میکنن و یه مهر میزنن پای این کار که این کار میتونه نمایش داده بشه. قانون داریم، بر اساس این قانون هیچ کاری به نظر من مبتذل نیست. سطح کار بر اساس مخاطب ممکنه تغییر بکنه، ولی ابتذال اصلا. چرا ابتذال؟ یه کاری شما دوست داری، همون کاری که از نظر من هر کاری که هر کسی انجام میده و مجوز بهش میدن که کار بکنه قابل دیدنه. شما الان نگاه کنید، فیلم رو پرده هست که ممکنه خیلی با این فیلم مخالف باشن. توش دلم میخواست این ساز و آوازی که توی یه فیلم هست رو بذارم کنار اون فیلم های روشنفکری که اون کارم میکنن تو، بذارم میگم آقا هر دوش اینا رو داره، تفاوت نمیکنه. اینجا دارن میرقصن، اونجا میرقصن، اینجا نمیدونم آواز کوچه بازاری میخونن، تو اون فیلم های روشنفکری هم میخونن. الان فیلم داره میفروشه، آدما دارن میرن میبینن. یعنی یک نیازی هست تو جامعه که 5 میلیارد 6 میلیارد 7 میلیارد داره یک فیلم میفروشه. وقتی میفروشه یعنی مردم دوست دارن ببینن. خلافی هم که نیست، چون مجوز داره، پشتش 40 تا 50 تا آدم فرهنگی نشسته تا اون مجوز گرفته. اصلا به این معنی نیست. به نظر من یکی از درست ترین کارهایی که به لحاظ طنز تو سینما تو تلویزیون کار شده کار مهران مدیریه. هر کی میخواد هر چی میخواد بگه، برای خودی به قول شما میگه اون خوش میده، اون یکی میگه فلان میگه. شما همینجا که دارید کار میکنید یه سری با نظرش با کار شما مخالفه، یه سری موافقن، ولی شما برای طبقه و مخاطبی کار میکنید که اون مخاطب دنبال شماست، جویای شماست، پیدا میکنه شما رو. هر جا هستید کاراتونو ضبط میکنه، یاد شما حرف میزنید بقیه به شما ریفرنس میدن، مثلا خارجی که شما بیشتر میدونید، حالا من پیدا نکردم اگر میفارسی شو قول خره امام که آقا این اینجا گفتی، اون اونجا گفتی، تکه کلام مردم شده. اینا همه جذابه برای مردم، برای یه عده‌ای که شما مخاطب شما توش همه قشنم هست، ربطی هم به نمیدونم تحصیلاتشون نداره ها. آدمای مختلف، ما مخاطب خودمون رو پیدا میکنیم، برای اون مخاطب کار میکنیم. تا الان هم این اتفاق افتاده و خوشبختانه
کسانی هم که برای مخاطب، یعنی مخاطبشون رو شناختن. من میگم میخواین سلیقه مردم رو تغییر بدین، آقا 1 میلیون مثلا 2 میلیون فیلمای ما رو میبینن که مثلا 8 فیلم اخراجی ها با قیمت بلیت اون موقع که 1000 تومان بود یا 1500 تومان بود، بعضی وقت تو شهرستانم 600 تا 900 تومان بود، الان 95 میلیارد فروششه با اون مبلغ. 95 میلیارد تومان فروش اخراجی های دو که اون موقع 9.5 میلیارد فروخته با بلیت 1000 تومان یا 1500 تومان که الان بلیت 10 تومان یا 15 تومان، یعنی تماشاچی رفته دیده، یعنی دوست داشته تماشاچی. شما نمیتونید تماشاچی رو محروم کنی از اینکه مثلا یه کسی بگه آقا این فیلم چیه ناساخته میشه، سلیقه مردم، سلیقه مردم یا فرهنگ مردم ربطی به سینما زیاد نداره، یه بخشی سینماست. آموزش پرورش باید کار کنه، وزارت علوم باید کار کنه، منابر و مساجد باید کار کنن، علما باید کار کنن، تمام قشرهای مختلف باید کار کنن برای فرهنگ جامعه، اونم یه بخشش. من اگه سوالایی بپرسم که مثلا یه دفعه یه چیز دیگه میگم بعد یه چیز دیگه میگم، برای اینکه یه ذره سرد و گرم کنیم بحثو، حوصله آدم ها سر نره، چرا اینقدر نقش مرد دو زنه؟ این سواله به جایی یعنی فیلمنامه رو میخونن میگن این دوتا زن داره، زنگ بزنی شریفی نیا. خودت هم دوست داری؟ بله بسیار دوست. بله بله. یه فیلمی چند وقت پیش من پیشنهاد کردن که یه کسی بود توش، آدم مذهبی بود و یه دزدی رفته بود خونه‌شون. بعد اینکه داره میشنوه، داره دزدی میخواد بکنه، میشنوه که اون داره با تلفن دو زن دومش حرف میزنه. و این میگه چرا دزدی کنم، میره و فردا زنگ میزنه به طرف. میگه ببین مایه رو دادی دادی، ندادی بیان میکنیم. خلاصه این قصه بود. من فیلمنامه خود حرف داشتم، گفتم این فیلمنامه خوب نیست، 2 هفته بشینیم رو فیلمنامه کار کنیم. هستم. گفتم وقت نداریم، باید اینا بگیریم آ فلان. گفتم من نیستم، اگه میخواین کار کنیم کار کنیم، ولی غیر از من اونو بازی کنه کسی نمیفروشه. گفتم غیر از من دیدم که میگم آقای، ولی اون فیلم ساخته شد و واقعا نفروخت در کمال. من که نمیرم ببینم غیر از تو کسی دو زنه بازی کنه، من نمیدونم. ولی خدایی، ولی من اینو اختصاصی میگم، به کسی دیگه غیر از من میاد دو تا بزنه؟ آقا به شما میدن زن دوتا؟ نه بله دیگه، حالا کیف هم بزن، کچوارم بپوش، موارم اونجوری کن، تا ستاش هم بهت میاد. تا ستا هم میاد. موضوع برنامه ما شایعه است. آخ. و خب خیلی شایعه پیرامونت هست، همیشه بوده. اول اینکه خودت فکر میکنی از کجا میاد؟ چرا اینقدر زیاد در مورد تو؟ ببینید همین نکته که الان گفتید خیلی مهمه. ببینید ما برای نقشه مختلف بازی میکنیم، مثبت، منفی، این چیزا. بعضی نقشه جذابه. من روی همین این موضوع مطالبه جامعه ماست، دو زنه، سه زنه، یا ازدواجهای پنهانی، یا به کلام صیغه، یا هر چیز. به خوبه بدش اصلا کار ندارم، ولی من خودم موافقش اصلا نیستم. اونی که بازی میکنم اصلا موافقش نیستم و هیچ وقتم تو زندگی این اتفاق نیفتاده. ولی کن خود این نقشه جذابه، توی مردم هم تأثیر میذاره. یعنی به هر حال وقتی که شما توی یک فیلم نقش دختر حسود رو بازی میکنی یا پسر حسود رو بازی میکنی یا یه خبرچین رو بازی میکنی یا هر چیزی، بیرونیش اینه که مردم نسبت به اون چون عکس العمل دارن رو تو همون جوری فکر میکنن. یا یه قاتل رو بازی میکنیم، ممکنه بعضی خودو ببینن از چشمات بترسن. اینا هست، این تأثیر. من این نقش ها رو زیاد بازی کردم، نقش های جذابیه توی بازیگری، به لازم که مفرح، مردم هم دوست دارن. ما یه فیلم کار کرده بودیم به نام آنچه مردان درباره زنان نمیدانن. ماجرای مرد بود که زن داره بچه داره، بعد میره یه دختری سیغه میکنه و این حرف. با آقای جیرانی صحبت میکردیم، گفتش که نه من فکر نمیکنم این فیلم بفروشه، 100 تومن 200 تومن نه هم گفتم آقای جیرانی عزیز.
نه نمیخواد. من اصلا نمیخواستم شکل ایشون حرف بزنم و پیش اومد. ولی گفتم آقا این میشه شرط بندی کنه بود شرط بندی کنه، ولی گفتی آقا 200 میلیون گفت 200 میلیون. گفتم آقا برو بالا، ما این فیلم حالا بالای 4 میلیون 5 میلیارد 4 5 میلیارد فروخت، خب غیر قابل تصور بود. ولی هیچ کم توش بازی نمیکرد، من بودم. خانم فاطمه گودرزی نقش زن اول رو بازی میکرد، خانم سهر قریشان زن دوم رو بازی میکرد، همین مجموعش هم اینا بود. حالا یک دو تا اینور اومد، ولی فیلم خیلی خوب فروخت، استقبال شد. حتی یه فیلم تجاری رفت فستیوال نروژ، من به عنوان بازیگر جایزه گرفتم، خانم گودرزی جایزه گرفتم، فیلم جایزه گرفت. یعنی فیلم تجاری به عنوان گفتم آقا اینم از این ماجرایی که انقدر میگین آقا روشن فکر میاد، اینم اینجوری هم که جایزه گرفت. یه فیلم مفرحه برای خانواده ها و در ضمن هشدار دهنده است. یعنی من گفتم یه بار یه شعار دادم، گفتم تا وقتی که زن دوم میاد و زندگی خانوادگی مردم رو به هم میریزه، من اینقدر این نقش رو بازی میکنم تا این اتفاق دیگه نیفته. گفتم مثلا با خودم عهد کردم اینو اینقدر بازی میکنم. الان این ادامه داره، ادامه داره. الانم یه فیلمنامه داریم کار میکنیم تو در متن نوشتنی که 4 زن دارم توش و بی نظیره. به لحاظ روانشناسی، نه به لحاظ روانشناسی خانواده و روانشناسی زن، خیلی تمام اون فیلم هایی که ما داریم کار میکنیم خداییش من اعتقاد دارم به اون فیلم ها. یعنی فیلم دنیا یکی از زیباترین فیلم هایی که توی مملکت ساخته شده و هشدار دهنده است برای شما که مذهبی هستی. اصلا یکی میگم شریف اینجا میره بازی میکنه این نقشای مذهبی ها رو، اصلا اینجوری نیست. شیطان در کمین آدم های مذهبی اتفاقا، در کسانی که ایمان دارن مؤمنن، شیطان در کمین ایناست. در اون فیلم یک زنی در لباس شیطان میاد به این آدم مراجعه میکنه، زندگیش ازش میگیره، زنیش رو میگیره، حسیش رو میگیره، آبروش رو میبره، همه چیش رو میبره با اون فیلم. یعنی هشدار دهنده است. یعنی زن دومی که اونجا وارد میشه به عنوان یعنی شهوت، میز، مقام، همه چیز این آدم رو ازش میگیره و اونو شما اگه تسلیمش بشی به اون مفهومی که اونجا هست نابودت میکنه. و این فیلم ظاهرش قالبش قالب کمدیه. آره منم اونجا کمدی بازی کردم، خندم داره، همه چی هم داره، یه سری هم ما قلوب و اینا توش میکنیم که جذابتر بشه، ولی نیشی داره که میزنه و شما رو هوشیار میکنه که حواست به زندگیت به خانوادت باشه. شما که تخصصی تو این زمینه کار میکنی آمار، نه واقعا آمار دقیقی از این مورد در ایران دارین؟ که اصلا چند درصد مردای ما دو زنه؟ نه واقعا مثلا آقا من اینا رو فقط بازی میکنم. نه من مثلا فکر کنم 1% بیشتره. آخه من هیچ وقت نشیدم که مثلا یه آقای دو تا زن داشته باشه، مثلا شاید از هر 1 میلیون نفر یه دونه شد. ما برای اون 1% بازی میکنیم. نمیدونم، شاید من اطلاعاتم غلطه. ولی خداییش بحث، یعنی موضوع جالبه در سینما. این بحث 3 تا زن 4 تا زنی که دارم میگم، این حرف زدن زنها با همدیگه است، خاطرات همدیگر. نه توی خونه نیست. بابا تو یه خونه که بدبخ میشدی، بازیش هم میکنیم بدبخ میشدی. خب عاشق شدی؟ شما خودت عاشقی؟ شدی؟ من امشب ول کن دیگه، گذاشتم که هر چی دوست داری بگی، هر چی دوست. آقا من این آقای مدیر رو خیلی دوست دارم، ما اینم به شما بگم مخلص. یعنی امشب هم منو دستگیر کرده نشونده اینجا. بله، وگرنه من با کتونی نمی اومدم، اینو مطمئن باشید. آره قرار نبود امشب ضبط کنیم، قرار بود گپ بزنیم، ولی گفتم لطفاً چون مردم تشریف بودن خودش کچلوار پوشید، آره من لباس سفید پوشید، هیچ وقت نمی پوشه، یک کاپشن بدی بود همیشه می پوشید، اونو امشب نپوشیده. اون کاپشنه بود، نمیدونم شما دیدی یا ندیدین، که دقیقه به دقیقه اینجوریش میکرد، جمعش میکرد، اینجوری میورد بالا،
کاپشن خیلی زشت. من ارزش هم سری دوزیگه نمیدونم از ترکیه رفتم خریدم. 40 تا ارزش خریده بود تا 40 شب. رنگ و با رنگ میورد میپوشید. بعد امشب نگاه کن ما اومدیم چیزی ما همینجوری از سر کار بلنشیم کلا رو گذاشتن بلنشیم اومدیم اینجا. یهو دیدمش اولش یه جور دیگه بودا. تا گفتیم آقا بزنیم یه شب دیگه حالا صحبت میکنیم حالا اومدیم سر بزنیم ببینیم چه خبر شروع شده اینو یه هایدم اینجوری شکنم ای نامرد این چه وضعش آقا من بیام کجا ما دیده نمیشیم اینجوری که هرچی دلش خواست گفت به خدا تیپ آقا ما گفتیم تیپ با درست شد چکار کنم خب من باز تکرار میکنم گذاشتم هرچی دلش میخواد بگم هر کاری دوست داره بکن ببین پایین و بالای منم گفت راجب کاپشن راجب فلان نبی اون جمله اولو نمیگی دیگه عاشق شدی عاشق شدی آقا من که گفتم کی شده با اون تعریف داره بابا عشق اصلا نمیدونم کی شده شدی عاشق شدی اصلا هیچ کی نشده خیلی خوب بله؟ درما شدی؟ حالا ببین نه خدا بابا بالاخره یه هر رفت یه اومد در حال دو دو کلمه خیلی خوب میگم شما اول بگی من عرض اول برو شدی فقط آره یا نه اصلا ادامه نمیدم آقا اون ادامه نمیدم آخه اون عشقه شما کلمه ای که انتخاب کردی کلمه سختیه دل بستی بله بله خواستی یکی رو بگیری اینجوری خوبه عشق نیست بله بله کی چی شد ببین برمیگرد باز به شایعات دوباره نه این که دیگه معلومه که دیگه میدونیم که اصلا بدون دل بستن که این اتفاقی شخص نمیفته در زندگی شاید خیلی ها واقعا دل بستگی میخواد و اصلا بدون دلبستگی رو من اصلا تو زندگی تو هیچ نوعش و هیچ شکلش قبول ندارم خودم به شخص یعنی با تمام وجود باید شما یک نفر رو دوست داشته باشی علاقمند باشی و بله حالا من یه نکته رو برای شما بگم خانومی به نام خانم روز رضوی در مورد شریفینه با اون زن دوم در تمام اینترنت پره نوشتن که نظر محمد رضا شریفینا در مورد ازدواج مجددش تو اینترنت باز میکنی نظر من در مورد ازدواج مجددم اینه که نه ما این کارو نکردیم دروغه ولی روش اینه که انگار من خودم در مورد خودم این شایعه دارم یا این موضوع هست ولی یه ریزه داره توش یه چیزی اون اینه که یه بار هنرمندا رو برای بچه‌ای که کار سینما و اینا میکنن داشتن میبردن مکه گفتن هر کی دوسته با پول خودمونم میرفتیم ها کسی نه پول بیت المال اینا نبود گفتن هر کی میخواد بیاد حج عمره فقط نوبت به شما زودتر میدیم میخوایم بریم چون ما هم همش کار تاریخی نمی کنیم مکه هم نرفتیم ببینیم بدون میخواست اصلا این جایی که کار تاریخی داریم میکنیم در مورد امام علی و نمیدونم مسافرره و روز و باقی اونا اصلا میریم اونا رو ببینیم واقعا لازم بود حتی ما رو همین جوری بفرستن خودشون به عنوان کار ولی پول دادیم و یه تعدادی رفتیم ما وقتی که رفتیم اونجا تو جده که بودیم یک بار دیدیم که یکی از بازیگرامون اومد زد زیر گریه و اینا رفت اونجا پاسپورتش که نشون داد این خیلی نکته مهمیه که دارم امروز میگم اصلا شاید دلم نمیخواستیش وقت بگم پاسپورتش که نشون داد دیدیم زد زیر گریه من جو گفت آخه یعنی چیه مگه میشه همچین چیزی آخه برای چی این کارو کردین فلان گفتن محرمتون به اون خانم گفتن محرمتون یکی از بازیگرای دیگر اون تو نوشته بودن که به عنوان محرمش اومد و اون خانم عصبانی شد که این شایعه در تهران که از اینجا چرا این حرفا چیه اینا چیه ما دیدیم که گفتن که کسانی که همه خانم‌هایی که زیر 40 سال هستن وقتی میخوان برن مکه اینا باید محرم داشته باشن من ملیکا دختر من دختر کوچیک من با من بود یعنی اون محرم نمیخواست ولی بقیه ماها که بقیه آدم‌هایی که اونجا بودن احتیاج به محرم داشتن هر کدوم از بچه‌ها رو توی پاسپورتشون به نام یکی زده بودن به عنوان محرم که بتونیم وارد بشیم یعنی محرم کرده بودن سیرتون رو خانم روز رضوی هم آقای پورنگ خانومشون شده بودن خانم الهام حمیدی
آقای حسام نواصفی خانمشون شده بودن فریبا کوثری، خانم کوثری، و هر کدوم از بچه‌ها مال منم زده بودن خانم روز رضوی که دوست صمیمی ملیکا بود اونجا. خب این عادی بود برای ما، البته خودم ناراحتم که چرا این کارو کردن، که یک بچه‌ها شیطنت کرد اونجا این کارو میکنن و معمولا 20 نفر رو اونجا این سیغنما رو مینوسن و حل تموم میشه عمر چند روزی که اونجا بتونن فقط ورود کنن. این طبیعیه این ماجرا در اونجا، ولی برای ما پیامد داره. یعنی اینکه بلافاصله یک روزنامه در تهران شیطنت میکنه، تیتر میزنه ازدواج فلانی با فلانی و ماه عسل در مکه. این موضوع رو شاید چند تا وجه داره، موضوعی که وقتی اسم محمد رضا شریفی نیا میاد چند تا چیز یاد ما میافته. یکی این که همه میگن این موضوع باند در سینما، مافیا در سینما، و اینکه اشغال کرده یه بخشی رو، یه سری بازیگر تحت سیطره او هستند و اگه بگه این کارو بکن میکنن، اگه بگه این کارو نکن نمیکنن، و این ادامه داره انگار مثلا تو تستای بازیگری آدمای جدیدی که میان. راجع به این میخوای بگی برامون؟ من اگر مثلا 1000 نفر رو برای فیلم در حالا کسایی که بازی هم قبلا کردن انتخاب کرده باشم، تو این 1000 تا شاید 900 تاش جایزه گرفته، 950 تاش جایزه گرفته. خب این یه موقعیت ایجاد میکنه که اکثرا دوست دارن بیان تو اون فیلم ها و اون کارهایی که ما کار میکردیم باشن، آقای مرجویی، آقای حاتمی کیاس، همه کسایی که حالا آدم های برجسته این کار بوده. و اگر نمیرفتی سراغ یه عده‌ای، یواش یواش این خصومته به وجود میامد که آقا یک باندیه، اینا آدم های خودشونو میبرن. و خوشبختانه این اتفاقی میافتاد و اونایی که میامدن و کار میکردن همشون جایزه، من جایزه فرجی که میگرفتن میشستم نگاه میکردم. همینه که رفتن بالا بازیگرا، همیشه هر سال اگه 4 نفر بازی میکرد جایزه میگرفتن، حتما 3 تاشون رو تو اون سال شاید من انتخاب کرده بودم، خوشحال میشدم، لذت میبردم. و یک سری آدم من معرفی کردم توی سینما. این آدمایی که معرفی کردم سیالشگر نیستن، آدمایی که تو کوچه نمیدونم بگی آقا یارو چیکار بلد نیست، راه رفته نیست. اینا استارای مملکتن الان. یعنی شما نمیتونی بگی این فلان دوستش بود، خالش بود، پسر خالش، اصلا اینا تو سینما شما میدونی که اصلا امکان نداره. ممکنه تو فیلمای درجه 6 و درجه 7 بشه، ولی من اصلا اونجا نبودم، جایگاه من اونجا نبود. تو بهترین فیلم هایی که آقای مرجویی کار کرده بود، بهترین فیلمی که آقای حاتمی کیا کار کرده بود، بهترین فیلمی که هر کدوم از اینایی که کار میکردن درجه 1 بود، الان استارن همشون. مگه میشه شما بگی من خانم ویشکاسایشو معرفی کردم در فیلم سریال امام علی؟ اولین کارش هم بود، اون موقع هم تازه دیپلم گرفته بود. من برای بلاز تخصصی که تو این بخش دارم فکر کردم که ایشون بلاز همه چیز برای این نقش در مقابل این همه بازیگر درجه 1 که گردن کلفت اونجا هستن خوبه و موفق بود این آدم اونجا. الان خانم بیشکاسی چه کس بهترین و با شخصیت ترین و با اخلاق ترین بازیگر مملکت ماست؟ نیست. اصلا اینجوری نیست که بگیم اینجوری بوده با این اصلا من نمیفهم اینا رو. یا تست میزنیم، مثلا تست الان از کسی نگرفته، تست بازیگری نداریم. من با یه نفر میشینم 2 دقیقه یا 3 دقیقه صحبت میکنم، یه عکس ازش باید بگیرم چون این حجم داره صورت، تو اون عکس دو بعدیه، حجم نداره، بعد اونو ببینم و سلام. این که بیا را برو بشین پشو اینجوری کن اونجا، اصلا اینا نیست. بعد چیزای عجیبتر گفته میشه، بدتر و 1000 تا شایعات و چیزی که چرا، چون میخوان طرفو بزنن. در طول سال 100 تا فیلم ساخته میشه. من تو چند تا فیلم هم 4 تا 5 تا 2 تا بعضی وقتا یکی، بعضی وقتا ممکنه 6 تا. بقیه‌شی اگر تو توی سینما چیزی نشدی، به تو چرا تو 95 تا دیگه نبردنت؟ چرا اونجاها نرفتی؟ اگر ما یه مدتی مثلا کار نمی‌کنیم، من سر یه سریال بودم 5 سال، خب بقیه چیکار می‌کردن؟ چرا اونجا نبودیم بودن؟ درست. توی سینما چند تا چیز بسیار مهمه. 1، مطالعه، شناخت و آگاهی شما، هوش، استعداد. 2، اخلاق و رفتار شما، حرفه‌ای بودن شما، اینا مهمه. به روز بودن شما به لحاظ مطالعاتی، کار، کنسایی که سر صحنه میدی، فکرایی که برای کارگردان میبری، برای آدمایی که اونجا هستن دارن کار میکنن، اینا مهمه که شما حضور داشته باشین، کار بعدی هم صدات کنن یا نکنن. من تو هر فیلمی کار کردم و هر کارگردان شما نگاه کنی، کار بعدی همش بودم. مگر اینکه کار داشته باشم تو کار دیگه بودم، تلاقی میکرد نمیتونستم برم، وگرنه اصلا اینجوری نیست. با یکی کار کنم دیگه کار نکنم. نه، اسم خانم ویشکا آسایش اومد مهمان
برنامه دورهمی باشن. ازشون دعوت میکنیم که مهمان دورهمی باشن. این شایعات و این حرف و حدیث ها مربوط به بخش هنری ماجراست. راجع به مسئله سیاسی میخواین حرف بزن؟ نه اصلا اینقدر این حرف ها زمان شما اجازه نمیده، اون بحث طولانیه. ولی یه روزی باید در مورد مسئله سیاسی حرف بزنیم به هر حال، و شاید هم خیلی لازم باشه، به خاطر اینکه من در مقابل همه حرفایی که معمولا توی جامعه زدن سکوت کردم و خیلی جوابای خیلی سریع و کوچولو هم داره ولی ندادم، چون کارمون رو داشتیم می‌کردیم دیگه. ولی خب دیگران هم چه شما جواب بدید چه ندید باز حرفشون رو می‌زنن. به هر حال یه بخش مسائل سیاسیه که فکر می‌کنم یک جلسه دیگه می‌خواد، حالا نه اینجا یا هر جا، ولی مفصل خیلی در مورد مسائل سیاسی. احساس خوشبختی داری؟ چی کار کنم به قرآن؟ من کاری که انجام میدم تو زندگیم با عکاسی، با گرافیک، با ساخت فیلم، با کتاب لذت میبرم. از این لحظاتی که تو این بخشا کار میکنم کیف میکنم. یعنی گاهی اوقات از سر صحنه میام میشینم یه پوستر طراحی میکنم. خوب بدش اصلا کار ندارم، میشینم پوستر فلان فیلمو میزنم. تا صبح طول میکشه، از صبح تا شب رفتم اینجا کار کردم، ولی تا صبح احساس خستگی نمیکنم، میشینم میگم ولی لذت. وقتی که محصل کار میاد بیرون لذت میبرم، حس میکنم خوشبختم، شاید خوبه همه چیز. ناملایمات پیش میاد، اتفاقات بد میشه، حرفای نامربوط زده میشه، چیزایی میشنم ناراحت میشیم، برامون همون لحظات سیاه میشه همه چیز. ولی تمام تلاشمو تو زندگی میکنم که یک مثمر ثمر باشم، کار کنم، گوشم به این حرفا زیاد بدهکار نباشه و برسم به اون چیزی که تو ذهنم که دارم و لذت ببرم از این چیزایی که هست. و در طول یه نکته که تو شایعات هست اینه که شریفینیا بابا ما یه زنه یه پستی من تو اینجا گفتم به این بچه در مورد ولید بذارین که نشوندم. بله من ولید رو که بازی کردم خیلی برام سخت بود نقشش، به خاطر اینکه این شراب می‌خورد و این کارا رو می‌کرد و من به عنوان اینکه تجربه این کار نداشتم خیلی برام سخت گذشت، ولی خیلی محصل کار خوب بود. آقا زیرش نشوندم با تا چشو برات میباره که تا تم می‌خوری تنسیری می‌خوری فلان. آقا دیگه به جلو ما نگو، ما که سیگار تو زندگیم نکشیدم، مشروب نخوردم، اهل اعتیاد نیستم، هیچ دود و دمی نیستم، بهترین یعنی سعی کردم تو این عرصه سینما، اینم با بچه‌هایی که وارد این عرصه میخوان بشن دارم میگم، کسانی که میخوان وارد این عرصه سینما بشن، هیچ سینما اصلا جای بدی نیست. من به شما بگم، به دمادرام بگم، بستگی به ما داره که چجوری واردش میشیم. یعنی شما برو دم یه سوپرمارکت بگو آقا 100 گرم پنیر میخوام، میگه بفرم. ولی بگو حسن آقا، میگه صبر کن بذار بقیه برن به جوابتون. این بستگی بشه تو همه ی رشته هم هست، تو همه ی شغل هم هست. به مراتب اگر تو سینما دوتاست، توی شغلای دیگه 100 تاست. من خدمت شما بگم بستگی به ما داره. من میگم اگر کسی میخواد وارد درس سینما شو، باید خودشو کاملا با پشتوانه خیلی خوب لازم فرهنگی وارد بشه، که اگر موردی هم هست بشه. این نیست که شما بیای امروز تو سینما اولین بازی رو که کردی سیگار بیاد دستت، اولین کاری که کردی بیای نمیدونم فلان. اصلا این یعنی یه آدم مزبزب بی انگیزه سست بی هدف که تبدیل میشه آخر سر تو گوش خیابون باید جمعت کنه. سینما یه جاییه که شما بخوای وارد بلخان، این چیزا شاید معیتر از یه جای دیگه باشه، یا یه جای دیگه ممکنه باید اون پشتونه شما داشته باشه، آمادگی داشته باشی برای اینکه وارد این عرصه بشی. دوست داشتم امشب محمد رضا شریفی نیا فقط حرف بزنه و هر آنچه که دلش میخواد راجع به همه این مسائل بگه و من خیلی سوال نپرسم، و این اتفاق افتاد و امیدوارم که گفتگوی خوبی بوده باشه و اکثر حرفا زده شده باشه جز اون بخش کاپشن که گفت که این وضع کتونیه امروز. آره اشکال نه، من خودم گفتم اولی
کسی که اینقدر جذاب میشه با کت شلوار و پیرهن سفید، اون کاپشن برای چی بعد بره؟ به قرآن هیچ چیزی تو کتن هم نمیره. خب خیلی ممنون که دکورتون هم این دفعه خیلی زیباست. خیلی متشکرم. خیلی ممنون که همش کپیه. خیلی ممنون که آمدی و خیلی باعث خوشحالی من و دوستان بود. به موزه دور همی چی میدی؟ گفتین اون سوالا نمی‌کنم که چه دیگه موزه دور همی که دیگه چی؟ یادگاری از شخصیت‌های مهم می‌داری؟ بله. نمیشه یه دونه از اینا باشه؟ من تو چند وقتی مصاحبه داشتم می‌کردم در مورد شهید بهشتی که من اولین بار که یک کلمه جلویشون خوندم، یه شعر رو خوندم، خیلیشون خوشش اومد، یه دونه خودنویس رو من داد. خودنویس خیلی هم شیک، اصلا خودنویس معمولی نیست. ایشون از آلمان می اومدن، همیشه سری می زدن قایقات می رفتن اونجا، کارشون تو آلمان بود. خیلی خوشپوش و خوش عطر و اینا بودن و این خودنویس رو که من داد خیلی خوشم اومد از این. هنوز اون نگه داشتم. ما اینو می‌خوام. نه دیگه. ما دیگه نه این دست مال ای من بود که نمیدم واگه نه اینکه شو به هر حال این در موزه دور همی فروخته خواهد شد و صرف کار خیر خواهد شد و خیلی با ارزشه. خیلی ممنون که آمدی، امیدوارم که سالهای سال همینطور خوب سلامت سرحال باشی و آرزوی بهترین ها رو دارم. قربان شما. خیلی هم خوشحالم که در خدمت شما بودم و خیلی هم خوش گذشت. خیلی عالی بود. خیلی ممنون. یاد فیلمایی که با هم کار کردیم به خیر. ان شاءالله یک کار با هم ان شاءالله. من فکر کنم موضوع برنامه امروز کری خونیه. کری من کری با شما ندارم. من تسلیمم. گفتم یعنی یه فیلمی که ما با هم توش یه کاری کنیم ان شاء الله داشته باشیم. خیلی ممنونم. قربون شما. خیلی ممنونم. آقا مخلص. خیلی ممنون. قربون شما. خیلی ممنون. ببخشید ما عدیتتون کردیم. خیلی ممنون لطفتون. مرسی. قربون شما. خدا حافظ. خب خسته شدین؟ نه. ما یک مطلبی عرض کنم. ما یک بخشی از برنامه‌مون که این جدید اضافه شده به این آیتم هایی که در این کار هست، یکیش اینه که یک شغلی رو که از این به بعد این کار رو خواهیم کرد، یک نفر در هر شغلی، مثلا من عرض میکنم در مثلا جمعمون پرستار کی هست یا راننده کی هست یا معلم کی هست، مشاغل مختلف، در هر برنامه یکی از این دوستان بیان بالا و راجع به شغلشون یه ذره حرف بزنیم، یه ذره من سوال کنم جواب بدن، سر به سر بذاریم و یه چیزایی از توش در میاد که هم به لحاظ اجتماعی خیلی مفیده، هم به لحاظ فرهنگی. شاید این از این منتها تایم برنامه امشب ما خیلی بالا رفته و شما هم خسته شدین، این بخش رو امشب انجامش نمیدیم، میذاریم از برنامه بعد. این از یه واقعیت هایی هم هستن که واقعا شایعه نیستن. مثلا در همین سفرهایی که رفتم متوجه شدم که وجود خروارها استعداد در هر متر مربع از کشورمون کتمان ناپذیره. همین الان این آقای شریفی نیا گفت که کشف استعداد خیلی مهمه. یه نفر اومد به من گفت آقای مدیری از استعداد من تو کاراتون استفاده نمی کنی. گفتم جانم. گفت شاید اسم من به گوشتون خورده باشه. من همونم که شکمم حرف میزنه. شکمش دو تا چین بزرگ داشت، بعد این حرف میزد چینا رو تکون میداد، بعد به من میگفت بالا رو نگاه نکن، شکمو که نگاه کنی انگار اون داره حرف میزنه. گفتم چشم. من رسیدم تهران خبر میدم، اصلا بیا خونه بگی با هم زندگی کنیم.
یعنی میخوام بگم که شایعه نیست، واقعا استعداد زیاد داریم. خود شایعه سازامون هم یه جورایی کم استعداد نیستن. میگه تو ژاپن یه سیستمی هست، زلزله که میاد اتومات بندری پخش میشه، همه میان وسط. توی آمازون یه تمساحی هست، دستگاه گوارش نداره، آدمو قورت میده، دو ساعت بعد سالم درسته از اون سمت میده بیرون. تو عراق یه پرایدی هست شبیه همین پرایدهای خودمون، منتها 12 میلیون ارزون تره. در نوار مرزی کنکاکوف یه مقام مسئولی زیست میکنه، داره به وعده‌اش عمل میکنه. عرض کنم که موضوع اول مارکت رو گفتم، ارسال 1 به 38 یه بار مرور کنیم. ارسال 1 به 38 الان این شکلیه که روزی 400 تک تومانی از حساب شما کم میشه، عوضش 200,000 تومان. در واقع میتونید اپلیکیشن بازی صوتی و وقت اعتباری بگیرید. این شما رو در یک قرعه کشی شرکت میده که جایزش 10 خودروی بسیار لوکسه و 10,000 جایزه 1,000,000 ریالی. اون یکی هم 3 تار 3 مربع بود که در واقع هیچ هزینه‌ای برای شما نداره، نیاز به اینترنت هم نداره. واردش که میشین آپشن هایی داره که میتونید باش قبض پرداخت کنید، در امور خیریه شرکت کنید و شارژ بخرید. این هم شامل همون مسابقه و شرکت شما در اون قرعه کشی 10 خودرو و اینها خواهد بود. بازار شایعات انقدر داغه که مسئولین مجبور شدن خیلی از کارهای مهمشون رو زمین بذارن و برای از بین بردن نگرانی های مردم شایعاتی رو تکذیب کنن. مثلا یه عده خشک سال نما را افتادن، هی داره گوش مردم میگن آقا آب کمه. کجا آب کمه؟ این سوراخ کف سد کرج آشغال گرفته بود، دو تا تلمبه بزنن این آشغالا رد میشه، فشار زیاد میشه. راحت باشین، ماشین بشورین، شیلنگو بکنید تو اگزوز بچرخونید اون تو برق بیفته. تشنگی رو میشه تحمل کرد، اما جرم تو اگزوز زندگی آدم رو تباه میکنه. هنوز نگرانی آب تموم نشده، شایعه میکنن هوا آلوده است. نمیان بگن الان خاکستری مده. اینا همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینن. آسمون آبی با ابر قلمبه سفید مال دهه 60 و 50 است. اون موقع مد بود. الان خاکستری مده با تیکه های پراکنده سربه. اینایی که میگن هوا آلوده است رو ولشون کنی، هنوز میخوان پشت مو بذارن، شلوار خمره یه پیلیدار بپوشن. در هر صورت هنوز کسی نمیدونه که آیا اول دروغ بوده بعد شایعه متولد شده، یا اول شایعه بوده بعد تکذیب اومده، یا اول تکذیب بوده بعد بیانیه اومده، یا اول بیانیه بوده بعد جوابیه اومده، یا اول جوابیه بوده بعد جناح بندی اومده، یا اول جناح بندی بوده بعد فحاشی اومده، یا اول فحاشی بوده بعد فضای مجازی اختراع شده، یا اول فضای مجازی بوده بعد خودشیفتگی اومده، یا اول خودشیفتگی بوده بعد بی تفاوتی به فقر و بیچارگی اومده، یا اول بی تفاوتی به فقر بوده بعد کلمه عدالت اومده، یا اینکه اول کلمه عدالت بوده بعد سنگ پا اختراع شد.
خیلی ممنون که در کنار ما بودین. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه و در پناه خداوند خوب زندگی کنید. متشکرم. شب بخیر. خدا چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آن چه میپنداشتیم، شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و سن هنگاشتیم. گفت خود دادی به ما دلها فضا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. گفت خود دادی به ما دلها فضا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. گفت خود دادی به ما دلها فضا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. ما محصل بر کسی نگماشتیم. ما محصل بر کسی نگماشتیم.